عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدهی سلوات دیگری محبت کنید موضوع بحث ما سیر تکون عقاعد شیعه است یا تاریخ اندیشه امامیه با تسامحی که بالاخره در فضای مجلسی مثلا فرصت مثل کلاس درس نیست عرض کردیم محضر عزیزان که عقاعد ما در یک بستر زمانی در یک فرایندی با سوالاتی یک یک در جامعه مطرح شده بعضی از این مسائل خود قرآن کریم هم با یسالونک یسالون مطرح میکنه یعنی الان تو جامعه یسالون یا یسالونک عن الانفال مثلا عن الروح از مواقیت بعد پاسخ میده معمولا اینا اینطوریه موضوعات اعتقادی در یک بستری در یک فرایندی در جامعه شکل گرفته یعنی ما نمیخوایم بگیم عقاعدی که بود اصلش به اونا بپردازیم اینکه چگونه در جامعه تبیین شده موضوع بحث ماست چون هم اثر اعتقادی داره هم این شیوه در باورش کمک میکنه هم با تاریخ تکونش رو که بحث کنیم سوالهای زمینه ایش مطرح میشه صدها شبهه رو کنارش عملا که پاسخ دادیم رسیدیم به اینجایی که اولین چیزی که جامعه اسلامی رو دچار دو, دو دستگی کرد مسلمین را مسلمین هم که میگم یعنی کسانی که شهادت این میگفتن یا ایمان آورده بودن حالا واقعا ایمان آورده بودن شل ایمان بودن فی قلوب هم مرز بودن و بالا منافق بودن شهادت اینو یه جوری گفته بودن دیگه تمام کسانی که ظاهرا قاطی مسلمین بودن از مؤمنان تا شل ایمان ها تا فی قلوبه هم مرز تا منافقا اینا زمان پیغمبر اکرم اولین جایی که اینا دو دسته شدن در مورد خود پیغمبر بود و اصلا اصل تحذب در اسلام اصل تفرق در اسلام تفرع در اسلام فر،, فر شدن فرق فرق شدن چند دسته شدن تو یک موضوع فکری موضوع خود پیغمبر بود پیغمبر چگونه فکر میکنه چگونه رفتار میکنه چقدر تحت تاثیر عوامل خارجیه از بیرون چقدر میشه مدیریتش کرد تصمیم سازی براش کرد خبر بیاریم براش چیکارا میشه باش کرد میشه نمیشه در هر دو طرف مسلمان واقعی هم هست منتها شل ایمان چه بسا باشه اینو قبلا زیاد راجبش مفصل یه وقتی صحبت کردم چون صوتش ضبط شده فقط با اشاره از کنارش عبور میکنه در مسند احمد یه روایتی است که جاهای دیگه هم نقل شده از نظر آقایون غیر شیعه صحیح هم هست خیلی هم محکم <سنوع> <سنوع> <سنوع <محن> <محن> <خیل> ان عبدالله ابن امر یعنی عبدالله ابن امر ابن الاس کسی است که عنصر فرهنگی مهم بنی امیه است خیلی هم اهل جنگ و اینا نبوده روایات مهمی هم داره میگن پس چرا سفین شرکت کردی میگه آخه من بعد از ماجرای حدیث امار میگه آخه پیغمبر فرمود تو به حرف بابات گوش بده قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان منم دیگه انصار فرهنگی است و خیلی هم زر زده از پدرش اگه بیشتر نباشه کمتر نیست میگه که کنتو اکتو با کل شیعن اسم من رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چی از به میشیدم من می نوشتم. خواستم فوت بشه از هم چیزی اريد و, و حفظه او میخواستم حفظش کنم نگرش دارم حیفه دیگه پیغمبر دیگه هر یک لحظهش دیگه گیر کسی نمیاد فنحتنی قریشون قریش گفتن نکن این کار چرا؟ قریش یکی اون دو گروه اون دو گروه شبهای گذشته ارز کردیم که در میان همسران پیغمبر هم دو حزب بودن ام سلمه میمونه سوده اینا یه طرفن زینه بنت جهش و دختران خلفا و دیگران هم یه طرف دیگه دو حزبن زمان پیغمبر تو بعضی از روایات دستگاه خلفا این دعوای این دو حزب همسران پیغمبر رو در حد گیس و گیس کشی تقلیل داده اگه روایاتشو ببینید اتفاقا خود اونم توی همین موضوعه چون وقتی میخواد پیغمبر یا آدم به شدت عادی که با یه خشم به هم میریزه با یه چشم زیبا جور دیگه میشه باید پیغمبر عادی باشه اینی که با خشم یه جوره در رضا یه جوره پول بیاد یه جوره پول نیاد یه جوره یار داره یه جوره یار نداره یه جوره آزوقه بیت المال پره یه جوره خالیه یه طور انبار خالیه یعنی آدم عادیه اتفاقا تو اون مسیر اینجوریه که اگه دعوا بود مثلا این بود که آره اگر دو حزب بودن دعوا سر چی بود دعوا سر این بود که فلان خانم میگفت اه پیغمبر مثلا یه رو بیشتر از سهم فلان خانوم پیشش بوده فلان ناها رو باید می اومده پیش ما رفته پیش اون مثلا فرض بفرمایید می رفتن دعوا می کردن با هم جیغ و داد و گیس کشی و مثلا او غذا نظر می در خونه اینی می زده زمین می و این چقدر این خوزه سخیفه این خودش اتفاقا تو موضوعه پیغمبر یادم عادی بس بقیه است خانوماش هم وسط خیابون جیغ میزنن سرن این اتفاقا تو موضوعه فنهت نی قریش قریش گفتش که نکن این کارو چرا نکن این کارو خب میدونید بعد های ادعای مطرح شد که اصلا نباید روایات پیغمبر رو هر کسی بنویسه به, به این جهت اگه این بود که این زمان پیغمبره پیغمبر میدونید جلو دست پیغمبر یه نفر نشسته مینویسه ما ننویسه ما درس تفسیری بزرگواری می رفتیم خیلی از ضبط کردم بعدش میمون میدید که کسی اون با موقع باید با این واکمن گندام بود نمیشد قایمش که میدید ضبط میکنیم جلسه رو ترک میکرد نه میکرد که میفهمیدیم نباید زم قبل راضی نیست اگر پیغمبر اکرم راضی نبود نه ننویسه آقا دیگه عرض کردم روایت رو هم میگن معتبر میخواستم ب... نویسم بمونه ولی قریش 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 یعنی کی یعنی قبیله قریش پیغمبرم از قریشه امیرالمومنین از قریشه قریش گروهی از قریشن امیرالمومنین فرمود الله عرض کرد اللهم انی استعدی که علی قریش یعنی چی اللهم انی استعدی که علیه از خودم به تو ابراز دشمنی میکنم بعد پیغمبر نوزو بلو نه قرش یه گروه هن یه گروه شب اول عرض کردم همون نفری که شمارش زوجه به ابن عباس گفتش که قریش قبول نمیکنه که خلافت با نبوت یه جا بره قریش قریش اینی کی خب اگه به قریش بگیری که نبی جز قریشه امیرالمومنین هم بشه خلیفه امیرالمومنین هم از قریشه از قریش به عنوان قبیله چه مشکل داره مثلا میمونه که بگیم رئیس جمهور سمنانی باشه دیگه رئیس قوه دیگه نباید سمنانی باشه میگه خب خب اینم مثلا فرض کن سرخهیه دق بکنی قبیله قرش خیلی قبیله بزرگیه امیر قریش قبول نمیکنه که خلافت و نبوت در یه جا باشه قرش که باید به نفشه که قریش منظور گروهی از قریش و چون خیلی قریش قریش میکنن که حالا امشب اگر رسیدم یه پرده دیگه شو میکنم ببینن نه نبوت از ماست نه خلافت زیر بار خلافت دیگه نمیری اگر برید روایات شروع نبوت پیغمبر رو ببینید اونجا میبینید همین این قریش یعنی این گروهی از قریش یعنی بنی امیه بنی زهره بنی مخزوم اینا تیم و عدی هم که قازوراتن یعنی قبیله محسوب نمیشه طایفه اونجوری نیست اینا چون خیلی قریش قریش میکنن امیرالمومنین صلوات الله علیه به معاویه میفرماد که لیس الصریح کلسیق من که نسبم واضح و روشنه با تو که الساقی هستی این مال کجایی بعد آوردن اینجا پین کردن تو رو سنجاقت کردن معلوم نیستی ما اصلا مثل هم نیستیم اینجا حضرت نمیخواد این اصلا برتری نی بر امیر میخواد ماهیت رو توی قریش قریش میکنه تو هم اساسا قریش منو نهیم کردن فقال انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله و رسول الله بشر هر چی میگه که نباید بنویسی بشره یتکلم فی الغضب و رضا تو خشم یه جوره تو رضا یه جور و عَنِ عن الکتاب منم ننوشتم فذکر تو کرد لرسول الله اومدم پیغمبر دید نمی‌نیسم خودم گفتم آقا دیگه ببخشید و ما عذرخواهی می‌کنیم می‌نوشتیم اینا بعداً دست نوشته ها من منتشر بشه بالاخره خودش من گفتم آقا ما نمی‌نیسیم راحت باشه حضرت فرمود اکتب فوالذی نفسی به یده بنویس قسم به اون کسی که جانم به دست اوست ما خرج منی یا من فیه اشاره به دهان مبارکش کرد الا الحق یا الا حق جز حق از این دهان خارج نمیشه این یه نگاه بود در یه گروهی که زیادم بودن گسترده هم بودن این جلد یازده مصند مسند احمد صفحه و 8 بود یه گروهی نگاهشون متفاوت بود یه گروه هم نگاهشون به پیغمبر اینطور نبود که حالا عرض میکنیم. اختلاف اینجا سر چی شروع شد سر پیغمبر کدام پیغمبر پیغمبر ساده یا پیغمبر عالم به ماکان و ما یکون و ما هو کائن حالا شبای آینده انشاءالله زنده باشم عرض میکنم که نه پیغمبر که اصلا نگاه اصحاب حدیث از برادران غیر شیعه که اصحاب حدیث وارسان نواسبند به همه انبیا سخیفه اصحاب حدیث توجه کردین یعنی میانه غیر شیعه همه اصحاب حدیث نیست مثلا فخر رازی اصحاب حدیث نیست حالا ما اگه به او انتقادی هم داریم این انتقاد به او وارد نیست که الان گفته اصحاب حدیث اونایی که قال رسول الله قال رسول الله میکنن متخصصین حدیث نزد برادران غیر شیعه وارث نواسبن حالا بعدا اگر حوصله داشتید و دیدم به بس رب داره عرض میکنم یعنی تو نگاه مورخان قرن یکم و دوم و سوم اگر جایی دیدید میگه محدثان میگن نگو ای شیخ المحدثین صدوق نه خیلی منظورش نواسبن معمولا از عمر سعد قاتل سید و رو باید نقل میکنن و همینطور پس نگاه به پیغمبر باعث دو دسته شد دو حزب شد دو جریان شد دو گروه شد این دائما بود تو تقسیم غنائم خیانت میکنه نعوذ بالله یا نمیکنه درست عمل میکنه یا غلط عمل میکنه تو همه چیز علمش عبادتش حالا عرض کردم شبهای آینده بعضی از آیات قرآن رو که زیلش چه فجایعی نسبت به انبیا به بالله گفتن و میارم عرض میکنم که شما ببینید مسئله سر تقدس حجت خداست اگه بخوام کلی تر بگم اصلا مسئله سر امیر نیست به طبع پیغمبر مسئله سر امیر جریان نفاق تقدس رو نمیتونه تحمل کنه چون مردم وقتی دست در دست یک فردی که او را مقدس میدونن داشته باشند به دامن او چنگ بزنند شایعات علیه او رو به این راحتی باور نمیکنن. شما راجع به من بگن فلانی دزدی کرده میگه اه عجب ولی اگه اینجا یکی بیاد بگه امیر المؤمنین بالله میگه خفه شو. یعنی نمیگی وایسا من دوچار شبه شدم وقتی مقدسه یه حاله ای دورشه که اجازه نمیده ذهنها بهش خراب بشه و کار منافق شایع است ارجافه به هم زدن حواسه تو دلخالی خالی کردنه لمز کردنه تعنه زدنه بدبین کردنه من میدونستم ما الان میریم اینجا کفار لهمون میکنن تیکه بزرگمون گوشمونه دیدی بهتون گفتم شکست میخوریم اینا آیاتو نگاه کنی اینطوری لذا اگر یه آدمی خیلی مردم بهش مطمئن نباشن این ضرباتی که میزنه پتکوار تو سر عقیده این آدم شل میشه بعد شک میکنه تقدس و شکستن که لشکر امیر المومنین وسط سفین گفتن وایس ببینیم کی حقه تقدس و شکستن در جامعه اسلامی تقدس پیغمبر در رأس در انبیا گذاشتم انبیا لذا اختلاف اصلی که در جامعه اسلامی پیش اومد سر حجت خدا بود یعنی انبیا به طبعش امیر مومن حالا انشاءالله شبهای آنده میخونیم با که شما ببینید آیات قرآن رو وقتی سید مرتزا با دیگران درگیره سید مرتزا علیه و السلام و هم امامزاده است از دو طرف هم عالم 436 از دنیا رفته یعنی هزار و سال پیش هنوز بسیاری از کتب سید مرتزا کتاب مهم علمی اون رشته است خدا روزی کنه ما هم باقی بمونیم سید مرتضا در کتاب تنظیح الانبیا و الائمه دنبال اینه که حضرت یوسف معصوم بود زناکار نبود و طرف مقابل چیز دیگه میگه حضرت موسا ترسو نبود دوز نبود چی نبود بی ارزه نبود خشبگین نبود داره شبهه را به کی جواب میده به آتیستا بودپرستا سابعین منجمان اون زمان که منجمان اون زمان فال می زدن با ستاره نه ستاره شناس علمی نبود یعنی دوز و کلک و علوم غریبه و این چیزا بود علوم غریب همه شرطی دوز و کلک نیست نه با مسلمون ها طرفه بسیاری اوقات با مسلمون ها طرفه. یه جهت در اسمت انبیا صحبت میکنه یه جهت در خطای انبیا زنای انبیا دزدی انبیا دروغ انبیا دقت کردین زمان پیغمبر بود بعدش هم بود بین کی بین شیعه و سنی نه بین شیعیان و برخی از متفکران غیر شیعه با اصحاب حدیث مثلا فخر رازی هم در اسمت انبیا کتاب داره و دفاع کرده مثل ما دعوا سر چیه دعوا سر که پیغمبر چگونه است ابراهیم دروغ گفته یا نگفته و همینطور بگید برید جلو نه با بود پرسته جواب بده همونطور که زمان پیغمبر وقتی میخواند بهتان بزنن لزوما همشون بود پرست نبودن یه بودن مؤمن به معنای شهادت اینگو بودن تفاوت بود اینجا برای اینکه دو خط تو بشه شناخت چون این دو خط تیف داشتن یه جهت رأسش امیر المؤمنینه سلمان و ابوذر و مقدادن حذیفه است ام سلمه است همینطوری بیاد پایین تا اصحاب پیغمبر که آدمای خوبی اینا رو میکنن خطا هم بکنن گناه هم بکنن ولی این خط و قبول دارن اینا کمن یه جریان جریانی هن که نسبت به پیغمبر نگاه کاملا بشری عادی بلکه دون دارن اینا رأسشون منافقینن پایینتر بیمار دلانن فی قلوب مرض پایینتر آدمایی که تحت تاثیر اینا جمعیت اینا از جمعیت اون اولیا بیشتره چرا چون اینا حدیث العهد بالجاهلی هستن خوب دقت کن یه سوال پرسیده یه عزیزی این دو تا سوال پرسید یه سوالش این بود که چرا باید برای ولایت در تفسیر چه کرد اونو ما جمعه ها که بحث قرآنی داریم بعد از ماه مبارک هم انشالله ای زنده باشیم ادامه میدیم اونجا گفتیم و داریم میگیم سوال دومشون سوال اولشون اینجا جواب میده میگه آقا یه استادیوم آدم در قدیر بود پس چی شد اینجوری شد یه استادیوم آدم هم فکر بودن یا نبودن با هم بودن یا نبودن یه نگاه داشتن یا نداشتن اگر پیغمبر میگفت من کنتم مولا و فعلی اون مولا در ذهنشون خطور کرد؟ اه دیدی وقتی حالا که مردم نبوتش رو قبول کردن تثبیت شد حالا داره پسرموشو جا میزنه اینجوری فهم میکردن یا اینو حکم الله میدیدن شما صد از نفر آدم جمع کنی با افکار مختلف همه بعد از یه سخنرانی مگه یه نتیجه میگیرن ما چند سال هی راجع به وحدت و استراتژیک بودنش اصل است و, و فر نیست و هی صحبت میکن. آخر ما ضد وحدتی هرچی توضیح میدی. توضیح دادن که دلیل بر طرف قبول کنه که قبول نمیکنه بازم اگر یه جایی رهبری بفرماد که وحدت اصل است فر نیست هشتگ فلانی میزنه آقا ما که ده دفعه خودمون هم گفتیم اگر هم میخوای نقد کنید یاد بگیری یه ذره به خودت زحمت بدی حرف طرف رو نقد کنی نه پله پن پنبه یه چرندی بگی بعد بگی خیلی این حرف بی خودی ولی پیغمبر فرمود بین یه تعداد آدم زیادی مسئله قدیر رو بخشی از اونا دشمنان بودن شما حساب کنید وسط خط مقدم در عملیات مثلا بیت المقدس یه لحظه بگن موچم موچم عزیزان بحثی اینجا بیان لشکر پیغمبر و چای لشکر چارده نجف چی بیان جمشین آقا مثلا این همت امام بفرماد فلان خیلی خوب است خب اون مثلا خیلی تحت تحصیل قرار میگیره خیلی جمعیت بود خب خیلی جمعیت بود همه من یه فکر بودن یه تور بودن یه تیپ بودن منطق قرآن چیه؟ قرآن اصلا دنبال کسرت نیست اصلا قرآن کسرت گریزه برخلاف ما که با هر بهانه دنبال جذب فالووریم خدا دنبال ریزشه نه این که آدم های خوب و بریزا ولی خدا دائم رو ویبره میبره ما رو غربال امیرالمومنین نشست در صندلی حکومت فهمون لطا غربلون نه غربله آقا سب کنید تکونش برای چی میاره اومدن بیعت کردن دیگه اونه تکون میدم تا معلوم بشه کی راست میگه لطا غربلون نه غربلتن ما آمنه ما آمنه معه الا قلیل قلیل من عبادی شکور کجا قرآن کسرت و اصلا کسرت ملاک نیست معمولا اهل حق اهل عقل اهل فکر آدم که عقلشون و شهوتشون قاهره خب کمن اما این که بگی بر اساس عقل درست عمل کن این سخته همه ما تجربه نعوذ بالله خطا کردن و توبه کردن رو داریم چرا خطا کردن؟ نمیدونستم خیلی جاشم میدونستم خطا کردم دیگه نفس فلان فلان شده است جمعیت زیاد بود خب جمعیت زیاد بود خب بر اساس قرآن جمعیت زیاد کجا تایید شده یک بار یه جمعیت زیادی یادمه که تایید شده اونم بعد از ماجرای در شرف عذاب بودن قوم عزت یونسه بقیه جا یادم نمیاد برعکسش چرا اکثر هم لا یعقلون لا یعلمون اکثر الناس فلان چرا برای اینکه اگر کسی بخواد اقلانی با کف نفس افسار بزنه به نفسش خیلی کار سختیه به نسبت اینکه رها شرک هر بخواد بکنه روزه گرفتن تا اینکه بگن آقا اینجا منو باز هر کاری دلت میخواد به خودت بکن خب اولی دومی آسون تره دیگه درسته که تبعاتش چیه ولی آسون تره دیگه نخوردن سختتر از خوردن دیگه مخصوصا که اینا حدیث الاهد بل جاهلی هم بودن یعنی اینا در دوره جاهلیت وضعشون چی بود و یه قبیله با اون قبیله اختلاف پیدا میکرد دختر اون قبیله رو می‌دزدیدن حواست رو جمع میکردی همه کاری میکردن تازه افتخارم میکردن اگه به ناموس هم تعدیم کردن افتخارم میکردن اینا اومدن تو دوره اسلام منافقین که منافقن اونایی که تازه اسلام آورده بودن به این راحتی نمیتونستن باور کنن که پیغمبر انک علی خلق عظیم تا دیروز طرف بچه خودش رو زنده زنده میکشته که نمیتونه پیغمبر رحمتون للعالمین حبیب اله العالمین طبیب و نفوسنا این حرفا نمیفهمیدن که خیلی هم پیغمبر اکرم بر همین صدمه دید سختی کشید شما برای اینکه ببینید این همه فضای مجازی و فجازی و بهتان و فلان هست الحمدلله من چند بار تا رو گفتم تعالی شما نیدید راجع به نعوذ بالله ان شاء هیچ وقت نبینیم ناموس مرجع تقلید کسی حرف بزن و رجوع ناموس پیغمبر و بهتانش همه قبه خونه مدینه کنگره گذاشته بودن خیلی وضع خراب بود اینی که میگه یه استادیوم آدم بود در قدیر چی شدن آقا جون شما خواسته یا ناخواسته عزیزم داری نگاه اون گروهی رو میگی که از اول پیغمبر رو خیلی پیغمبر ویژهی نمیدیدن مرحله بعدی این بود اونایی که پیغمبر را ویژه میدیدن اساس همراهیشون با پیغمبر شایستگی ها بود شایستگی ها یعنی چی؟ یه سلوات هایی درس میکنم انما المؤمنون مؤمنون کیان دو گروهن فعلا دیگه دو گروه آدم داریم زمان پیغمبر یه عده پیغمبر رو ویژه میبینن معصوم میبینن علمش چجوریه خشم و غضب و فامیل و غیر فامیل پیغمبر حق محض یه گروه پیغمبر آدم عادی نمیتونه شهوتش رو کنترل کنه عبادتش توش حواس پرتی است چی هست چی هست چی هست پر میبینن درست شو اون گروه دوم برای اینکه بخواد کسی رشد کنه بهش لقب میدادن با گارانتی لایف تایم صحابه برالش رو ببر مؤمن یا علی گروه اول که پیغمبر را حق محض میدیدن برای هیچ کسی گارانتی قائل نیستن آیاتی هم که بهش استناد میکنن و میکنیم اینه مثلا انما المؤمنون مؤمنون کیان الذين امنوا بالله ایمان میارن و رسولهی به رسولش هم همینطور و بخ... الله هم همینطور ثملم لم یرتابو شک نمی کنن که دروغ میگی یا نه خیانت کرده یا نه مومن واقع اینان جاهدو به اموال هم جهاد میکنن با مالشون و انفسهم هم با جونشون هم جهاد مالی میکنن خمس زکات انفاق صدقه هرچی و جون میدن فی سبیل الله اولای که همو صادقون نه هر کسی که تون استادیومه به قول داداشمون بود اولای که همو صادقون کجا قرآن اینجوری گفته همه اولای که همو صادقون نبودن اونایی که اوصافی داشتن مثلا فرض بفرمایید که محمد رسول الله و الذين معه اشد الكفار امروز اگر در جامعه اسلامی کشوری رو پیدا کردید که با اسرائیل دشمن نیست این کجا مع رسول الله چون اسرائیل خیلی واضحه که دشمن شماره که اسلامه خیلی روشنه امروز دشمن شماره که اسلام اسرائیله هر کشوری که برای شل کردن خشم مسلمین نسبت به این رژیم فاسق فاجر فلان فلان شده یه بوق باید بذاره اینجا بخواد شل کنه نسبت مسلمین و با اینها این اصلا در اسلامش باید چک کرد اسلام نیست اشده و علال کفار باید باشه حتما حالش باید به هم بخوره از کفار سوره ممتحنه رو نگاه کنید اونجا واضح درم می فهموز. رد یکش منظور کفاره در حال دشمنی با ما هست یعنی کسی دلش قنج بره برای یکی از مظاهر قدرت دشمن مسلمین این در ایمانش باید شک کن روحما و بینه هم با خودیا با هم رفیقن با خود با خود یا خود... هم رفیقان معصوم که نیستن ممکن اشتباهاتی هم داشته باشن با هم دشمنی نمیکن جهت دشمنی با کافر بیرونیه کافر بیرونی نه که تو بیابون داره بس خوش زندگی میکنه میگه بگیری بگیریم ها عرض کردم اونجا گفت فرموده اولویت اون نیست که با ما در حال جنگ دندون تیز کرده یا جنگ اقتصادی یا جنگ نظامی یا جنگ فرهنگی دندون تیز کرده این اسرائیل خدا انشالله به سر سال نرسیده انشالله منهدمش کنه اصلا رسما میگه ما زدیم ما میزنیم اصلا میگه تراهم رو کن سجدن اهل عبادتن گروهی که پیغمبر رو حق محض میدونه یاران پیغمبر رو اگر این شرایط رو داشته باشه خیلی محترم میداره اشد دعال و همه بینه هم تراهم رو کن سجدن یبتقون فضلا من الله و رضوانه امیدش به خداست سیما هم فی وجوه من اثر سجود قیافش نگاه کنی آثار سجده آثار عبادت آثار بندگی در اون میبینی و الله الذین آمنو و عمل و اونایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن از اینها منهم هم مغفرتن و اجرن عظیم اینا از این گروه. گروهی که پیغمبر رو حق محض میدونن برای اصحاب پیغمبر که این ویژگی ها و آ و او نصر و تو قرآن فراوان داره دیگه نسبت به اینا هر کسی که نسبت به کسانی که متصف به این صفاتن بیزار باشین اصلا نامسلمونه ما هم قبول داریم اما اگر یکی شراب فروش بود دوز بود زنای محسن داشت قاتل اولیا خدا بود چی؟ این هم چون پیغمبر دیده بود صحابیه گروه دوم که پیغمبر رو پرخطا میبینن وای به حال اطرافیان پیغمبر اینا چی کار میکنن؟ اینا گارانتی لایف تایم میدن میگن صحابه اینا دیگه از پل گذشتن دیگه واضح که سلاوات در اختیار خودتون باشید دیگه هر کار دستون بر اومد بکنید آخرش یا آقا در برابر علی ابن ابی طالب جنگید امروز تقریبا تمام مسلمین قائلن که حق با امیر بود این پا تلهه چی شد؟ این لابوت توبه کرد یا وسط جنگ کشته شد این قاعده اینی که توبه کرده چرا؟ چون پیغمبر دیده تله که هیچ ماوی هم هم این تو چون پیغمبر دیده امراس هم تو چون پیغمبر دیده این کتاب داغداغ داغ. اصلا نمیدونم تو ایران کسی داشته باشتش از نمایشگاه کتاب عنوان تازگی خریده بودیم برای چند تا بحث قال الامام ربانی نه از نمیتونم حرف بزنم به خاطر موقعیت اساس کنونی ان الوحش اینجوری میگه امام ربانی امام ربانیشون اینجوری میگه ان الوحشی قاتل حمزه وحشی همون که حمزه رو زد و مسله کرد و جگرش شد داد دست هند پیغمبر رحمتون للعالمین که کثیف و فاجر و فاسق و دربداغون و فلان فلان شده و اینا رو می اومدن پیشش یه شهادت این علکی هم می گفتن اسلام قبلش رو پاک کرد پشید برید حمزه که اومد فرمود برو جلو چشم نباش با اینکه اسلام رو برد ظاهرن درست شو؟ پیغمبر فرمود برو برو چی گفتم؟ گفتم چی؟ نه قاتل حمزه نوز بالله حضرت حمزه سلام الله علیه اسد الله قاتل حمزه وحشی که از نظر ما اصلا اسلام نیورده برای حفظ جونش بلکه حفظ چیزهای دیگه ان الوحشی امام ربانیشون میگه ان الوحشی قاتل حمزه الذي نال صحبت خیر البشر اینا در اون لحظه که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد نکر رسول الله با پیغمبر در یه جا بود این دیگه تموم شد هولوگرام زدن دون نال صحبت خیر البشر علیه و علا آله صلی و واحده یه بار که اومد فقط برای اینکه نکوشنش اومد اسلام عبور. افضل من اویس القرنی یعنی چی منطق چیه؟ منطق عمل شایست سالاری کشک چون عمل و شایستگی نداشتن پای جنگ بیاد اینا فرارین پای مسئله علمی بیان اینا جاهلن پای زهد بیاد اینا ولع دارن پای افت بیاد پای نسب بیاد نمیتونه بر همین رو شایستگی وایسه خب شایستگی چی؟ شایستگی چی؟ لذا میاد چگار میکنه؟ میگه آقا هر کس پیغمبر را یک بار دید این دیگه کارش تمومه قرآن چه میگه؟ یا یا الذین آمنو بابا اونایی که اسلامم هم وردی شهادت این هم گفتید باید هی اصلاح کنی بری جلو وای نستا من سا و یوم, یوم ها و مقبون امروز مثل دیروزت نباید باشه مثل اینکه بگی هر کسی که دانشگاه فلان قبول شد حالا باید واحدار رو پاس کنه بعد باید پایان نامه بنویسه بعد مثلا یه سری صلاحیت های اخلاقی باید داشته باشه و یعنی هر کدوم اینا نباشه بیرونش میکنن درست؟ همه این کار رو انجام میده پدرش در میاد بهش پروانه پزشکی میدن شماره نظام پزشکی میدن خطا میکنه تذکر چی؟ لغو پروانه دائمی نیست که کجای دنیا دائمیه؟ میگن آقا ایشون مهندس اجازه ای امضا داره برای امنیت ساختمون خب چهار دفعه خراب کنه پل برزه سر مردم لغوش میکنن دیگه بلکه محاکمش میکنن گروه اول که پیغمبر رو در اونجا میبینه آدم ها رو هم بر اساس شایستگی ها ردبندی میکنه خوبا رو دوست داره گروه دوم که سرانش منافقانن ارز کردم در گروه دوم همه منافق نیستن سه گروه شل ایمان فی قلوبه مرز و منافقان منافقان یعنی عرفه یعنی میفهمن دارن چیکار این گروه که اصلا شایستگی اونجوری ندارن میگن اساس بر سبقت در ایمان و سبقت در جهاد و علماموزی و قرآن و تقوا نداره که اینا رو این باید چیکار کنه این باید بگه که آقا گارانتی داریم من پیغمبر رو دیدم شما ندیدی من هر کاری بکنم فسق و فجور صد هزار آدم بکشم و شما صد هزار بار آدم از مرگ نجات بدی قبار داخل از بینی اسب من از تو بهتره لغبار دخل انف فرس معاویه نه خود معاویه نه خود معاویه نه, نه خود وحشی فرق نمیکنه دیگه خر وحشی اگر قباری تو بینی از مثلا این از بهترین مؤمنان و تا به این اولیاء خدا صاحب کرامات برتره چرا این, پیغمبر را دیده منطق قرآن کجاست؟ الذین رأوا رسول الله نه آقا الذین آو و نسر و یو جاهدون به و انفسهم هم. این همه صفت گفته بعدم لحظه ایه این اتوم ادنا برگردی برمیگردم گارانتی نداریم 20 سال تلاش می شیطانه ابلیسه 6000 سال عبادت کرد خب 6000 سال عبادت کردی حالا دیگه نمیخوام خدا رب به ما اقویت خدای منو گولم زدی ان اوت اونا برگردی برمیگردن ما هم اون روزه میگیری من کمک میکنم بعد میگی که آقا نعوذ به اسلام کشک است میگم کاری باد ندارم گارانتی نداریم این گروه مجبوره. چون مجبوره منطقش این شکلیه یه بفرستین وقت تموم شد منطق اینا بر نه کمیت نه کیفیت میگه که مسلمانان اقل الامم عملا و عمرن مسلمان نسبت یهودی ها مسیحی ها راستیناشون اینا عمرشون کمتره دیگه اعمالشون هم کمی کمتر میشه دیگه امت رو در نظر بگیر حالا مثلا امت مثلا تیم کشی یار کشی داره میکن تیم کشی میکن آدم ها هر کدوم مثلا 67 تا سال عمرشون حالا حالا کمیت چقدر اثر دارم کار ندارم میگه فهم اقل الاممه عملن و عمرن و اکثر هم ثوابا و اجرن ولی بیشترین ثواب به پیغمبر و یاران پیغمبر میدن پیغمبرش کنم یاران پیغمبر ها کانر رجل من الامم سابقه اعبد من هذه به 30 سی برابر من عبادت کرده و هیا خیر من تلک الامم به ثلاثی نظفن ولی من سی برابر اون واسه هر یه کار خوبم عج میبرم یعنی نسبتش میشه 900 برابر اون دو رکعت نماز بخور منم دو رکت نماز 900 برابر به من بیشتر میدن چرا؟ چون من مسلمانم اون بیچاره ای که به گفته آقا حضرت موسی پیغمبر خدا هر چی بگه رو چشمم خب این آدمی که پایکار حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام بود صد درصد خب این زمان پیغمبر پیغمبر خیلی جذابیتش بیشتر از حضرت موسی است دیگه کلاس پیغمبر اندلا خیلی بالاتر از حضرت موسی خب این بیچاره اونجا می اومد دیگه کسی که حضرت موسی رو قبول کرد در بس راست تکی. برای چی باید فضیلت این از او بیشتر باشه اینجاشو ببین و افضل امت نبی افضل امت نبی کیه؟ القرن الاول <applause> حالا قرن البته در روایات 100 سال نیست این یه چیز مدرنه اونایی که تو قرن اول اینا ها بقیه بهترن یه شرابخار فلان فلان شده یه دزد رباخاری هست این تو برهه اوله برهه دوم یکی هست که 100 هزار نفر از مرگ نجات داده 500 هزار تا آدم تربیت که این دیگه شما ببین قابل رقابت نیست مثل ژنتیک دیگه تو نمیتونی به اونا برسی تمام شد ژنت مال قرن اول نیست مال قریش نیست این منطقشه هر کاری که اونا کردن درسته در حالی که در قرآن میگه هر کس کار درست کرد درسته این منطق بگم میخوام توسل کنم این منطق میگه هر کاری که امت کرد درسته نه هر کاری که مؤمنین کردن ها خدا در قرآن میفرماد که هر کسی که مسیر مؤمنان را نرود آیه چی آقا؟ و من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدا و غير غیر المؤمنين المؤمنین نو نوله ما تولا اگر کسی با پیغمبر درگیر بشه و مسیر مؤمنان را نره اون وقت ما هم میدونیم چیکارش کنیم پس همه باید مسیر مؤمنان رو برن میگن خب باشه امت دیگه اجماع امت ما دیشه ورز کردیم یتبع غیر سبیل هرکس گفت لا اله الا الله که نه چون تو اونا منافق هست یتبع غیر مؤمنین، اي محبي امير المؤمنين آره دیگه لا يحب الا مؤمن ولا يبغض الا منافق اون مسیر چیکار میکنه اون میگه نه آقا هر اتفاقی در امت افتاد درسته لذا بعد از پیغمبر اونی که اتفاق افتاد درست بود بعدش درست ترین در کار بود بعدش هم درست ترین در کار بود بعدش هم درست ترین در کار بود بعد گیر میکنه وسط اقیانوس هی بعد از درخت بره بالا چون شما هی مثال نقض میاری این بعد یه جوری جواب بده تو مسیر دوم چی در مسیر دوم اگر اثبات بشه به فرض محال که امیرالمومنین گناه کرده فرقی بر با یه آدم عادی نمیکنه گفتم به فرض محال اثبات بشه اگر امیرالمومنین علامت حبش علامت ایمان بغضش علامت نفاق پارتی بازی نیست چون دوستت دارن علی جون هر کاری دلت میخواد بکن هر کی هم نیست میذارن نه چون معصومه حبش علامت ایمان بغضش علامت نفاق چون خطا نمیکنه چون جهل نداره چون در جنگ ترس نداره چون در به مال برسه زهد داره چون چشم به المال نداره چون ظالم نیست نه اینی که تو بر هر میخواد بکن پدر هر با تو بود مخالفت کنه من در میارم آقا وظیفه نهی از منکره اگر نعوذ بالله بنابر گناهکاریش بود بعد یه دی نهی از منکرش میکردن در حالی که وقتی اومدن پیش پیغمبر ظاهرا به اسم نهی از منکر زیرا بزنن پیغمبر عرض کردیم بدون بررسی فرمود که خیلی روایت قشنگه دیشبم خوندم ولی حیف اومد که هارون متن نخونم این مسند ابی علای موسلیه میگه که سعد ابن ابی وقاص میگه تو جالسن فل مسجد نشسته بودیم تو مسجد انا و رجلین معی با دو تا دیگه فنل نامن علی دری گفتیم پشت سر علی دری گفتیم یعنی چه نسبه دادیم میگه اونجا این خلاف کرده اونجا این اشتباه رو کرده اونجا این حرف غلط رو گفته راهش چی بود راهش بودی وایسید بیاد جواب بده بررسی کنیم بعد محاکمه کنیم این کارو نکرد اصلا فاقبل فا رسول الله صلی الله علیه و سلم قذبان یعرف فی وجهه الغضب اون انکل علا خلق عظیم خش تو صورتش پیدا بود فتعوذت تو بالله من غضبه ترسیدیم آیه نازل بشه بدبخت بشیم عذاب سرمون نازل بشه فقال مالکم و مالی با من چی کار دارید با من چی کار دارید <applause> ما بیشتر شما حرف نزدیم که من آذا علیان فقط آذانی پشت سر من حرف میزنید به من دارید تهمت چی میزنید ما با علی بودیم مالکم و مالی علی و نفسی خودمه چی دارید پشت من مسلمونی پشت سر پیغمبرتون دارید حرف میزنید هر کی میرفت وسط میدان دفاع کنه رجزم میخون امیر در احد یه تنه می پیغمبر براش رجز میخون ید الله شمشیر میزد و لسان الله هم رجز میخون فرمود یه تنه در برابر لشکر ایستاده بودم که حالا فردا وقت نیست فردا رو باید شو میخونم من ش به سیفی قدامه و من جلو پیغمبر شمشیر میزدم روایت شو انشالله زنده باشم فردا خونم چند تا روایت مهم داره یعنی یه نفر داره می جنگه امیر المومنین می پیغمبرم می فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسا مالکم و مالی با من چی کار دارید باقیش انشالله فرد یه ادعایی کرده مرحوم علامه امینی سلام الله علیه میفرماد این قصیده ی ابن عرند سهلی و کسی توی مجلسی بخونه امام زمان میاد حالا آرزو که اب نداره که ما یا صاحب از زمان شنیدیم علامه امینی به جدتون امیر المومنین تکیه کرد مریض آوردن گفتن تو که ادعا کنی عمرتو برای علی گذاشتی این مریضه تو کاغذ نوشت به ازن الله این بیمار شفا یافت کاغذ رو داد دست اینا برید خوب میشه آجان ما توقع که نداریم ولی یه همچنین دایی کرده این قصیده ابن ارندس هلی رو من یه چند میخونم جا به جا میخونم از اینجا اول یه دو سه بیت میخونم که توسل به سید و کرده یه دو سه تا جمله راجع به امام زمانشو میخونم بعدم اون توسلی که عزیزان میخوام برن از این عرض میکنم به حضرتون. امیدوارم ان الله که ادعای علامه امینی درست باشه یا ایها العزیز ما سنا و اهلنا الذر و جئنا به بضاعت مزجاه فأوف لنا وَتَصَدَّقَ وتصدق علينا ان الله يجزل خود شما از همه بیشتر میدونی که ما حقیقتا فقیریم عبد و که به بابک مسیحیا ها ابن اول حدید معتزلی همه بلدن اگر میخواید نگاهتون کنن اهل بید از ما حسین شروع کنین بلسلامه سلامه گفتش که آقا جان من این کتابی که نوشتم برای شما در شن شما نیست مثل سنگریزه های در برابر کوه اورس حسات شن ریزه است شن اینو نداره بگم ازم قبول کن اما تلکه حساتون مخضوبتون به دم الحسین الغالی پای این ابیات من برای حسین دشت ریختم امید پیدا میکنم که براش گریه کن ابن عبدالحدی اون قصیده عینیه که الان روزری امیر المومنین عبیاتشو نوشته آخرش میگه منو قبول کن خب چی دارم که قبولم کن؟ میگه ولقد بکی تو لقد لا لال محمد من گریه کن و پسرتم ما اول از جدش یه دو سه بیت میخونم اونایی که مثل من دلشون تنگ برای حرم سید و شهدا میگه فیا ساکنی ارض الطفوف علیکم ای کسانی که ساکن ارض طفوف و کربلایید علیکم بر شما با سلام و محب ما له انکم صبرو محبی که به شما سلام میکنه دیگه هم فراغ اذیتش میکنه هم داغ شما نمیتونه تحمل کنه امام الهدا سبت النبوت والد الأئمة رب النهی مولا له الامری امام هدایت سبت نبوت پدر امامان داره به امام حسین میگه ولی امر و نهی رب و نهی رب نهی مولا له الامرو امام ابوه المرتضا علم الهدى وسیه رسول الله و سن و وصهر هم وصی پیغمبر بود پسر پیغمبر بود داماد پیغمبر بود حسین جان امام بکد الانس و الجن و السما جن و انس و آسمان و وحش الفلا و طیر والبر البر آسمون و زمین و دریا و خشکی بر تو گریه کردن له القبت البیضاء و به تفلم تزل اون قبه نورانی تو که همواره تطوف و به ها تو ان غر رو به آدم تو این دنیا لازم نداری تو دائم ملائک دورش میگردن وقتی زین العابدین دید به قتلگاه با اسب رفتن زینب هم فرمود مالی عراکت تجودو و به نفسک چی داری خودتو جون میدی برا چی اینطوری شدی با جونه چرا بازی میکنی فرمون نگاه با بدن حجت خدا چیکار میکنن فرمون نگاه نکن ما اینجا غریبیم اهل آسمان دارن به او سلام میکن له القبت البیضا و به تزل تطوف بها به ها توان له غر رو لهو فی هش شفا و قبتون تربت شفاس و قبه او یجاب و حدای اذا مسه الذر هر بیچاره زیر اون قبه بره خدا بهش جواب میده ایقتل و زمانن حسین به کربلا من باورم نمیشه تو رو تشنه کشتن و فی کل عضو من اناملهی بحرو با هر حرکت انگشتان تو دریا دریا آب بود چطور تو رو میشه کش تشنه کشت و والد و ساقی علال حوض فی غدن پسر ساقی کوسر رو کشتن و فاطمتون ما الفرات لها مهرو فراتی که برا مادرش بود به او بستن بعد از اینکه که مصیبت رو میخونه منم دو سه بیتشو خواهم خوند که متصل کنم به اون جایی که عزیزانم میخوان روزش رو بخونن بعد میگه که خب داغ دیدیم ما از کربلا و لیس اخذ الثعر الا خلیفتون طالب خون تو کسی نیست جز اون خلیفه ای که یکون و لکسر دین من عدلهی جبرو کسی که میاد تمام ظلم ها رو جبران میکنه آی کسانی که مظلومید سینتون سنگین شده تو فشاری بیچاره اید از دست نفستون ظلم به نفس کردید از دست دیگران از دست دشمنان تحف به الاملاک و من کل جانب انشالله تشیف بیاره نوکرانش همه ملائکن و یقدمه و اقبال و والعز و والنسرو. نیکبختی و عزت و نصرت الهی با او همراهه عوامله و هو فدارعین شوار او و حاجب او ایسا. پردهدارش ایساس و ناصر و هل خضرو این یکی رو بگم بسه آدم یه عمر زحمت بکشه این بیت رو بگه میخوان یکی رو خیلی ببرن بالا میگن خیلی علم داره یعنی منو برای اینکه برن بالا به علم یعنی عالمه مثلا فلانی عالمه فلانی شجاه میگه محیطون علا علم نبوت صدره این سینه علم نبوت توشه کیو اینجا باید بهش افتخار کرد؟ فطوبال علم خوش به حال اون علمی که ذمه ذالک صدر فطوبال علم خوش به حال اون علم نبوتی که منصوب شد که بقیت الله او رو داره در سینه بقیت الله باقیش ابیات مهمیه من دیگه بر میگردم اونجایش که اوج مصیبته در پونزه تاست من دو بیتش رو عرض میکنم میگه اون کسانی که همه عالم ملک و ملکوت دستشون بود و فی کل عضو من انامله بهرو وسط دریای آب گوارا چجور تشنه ابد بود نصر نازل شد چی داری میگی اومدی منو کمک کنی تو برای هر حرکت جبرائیل باید از من کمک بگیری به نصر من حرکت میکنی تو میخوای نصر کنی رخت برکش دور شو ای محتشم بر کنار تا نسوزد شهپرت را آتشم چی داری میگی؟ تو با چه قوتی میخوای منو یاری کنی؟ امشب میخوان به دختر سید و توسل کنم من اشاره میکنم دو بیت میخونم و میام پایین زین العابدین صلوات الله علیه فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ و مجالسش شد ما رو یه بار نبردن که هر مهمونی که میرسید بسات به پا میکردن زنجیر به گردن در سلسله مردم به نظاره این بیتشو نمیتونم بگم که رد شدم ازش یا تصویر سازی کرده باقیشو انشالله میخونن براشو اون چیزی که باعث شد اون بی بی دو که امیدوارم امشب به ما نظر کنه از کوره در رفت غرور شکست بیتابی کرد و یه کاری کرد که اون شام سیاه و به یه قبه نورانی تبدیل کرد اونجا شد مرکز مدافعان حرم من یقین دارم سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی تعصب داره نسبت به این دختر تصویرسازی ابن ارندسی که شعرش رو خوندم اینه میگه بیا وایسا نگاه کن مجلسو من دو بیتشو میخونم دو بیت قبل و بعد اینا رو نمیشه خون من نمیتونم بگم میگه اونجا رو نگاه کن و رملت و فی ظل القصور خواهر یزید و معاویه در پرده نشسته جلوش هم سربازا چند ردیف ایستادن کسی سایه اینا رو هم نبینه یوناتو به اقرات حد در رو, رو هم گوشواره به گردنشه هم گردنبند به گردنش این ور رو برگرد ببین و آل و رسول الله توس با اینها اینا رو مانند